شما سابقه بیماری پوستی دارین؟ نه. تو خانواده چی؟ کسی این بیماری رو داره؟ نه، فکر نمی کنم. دارو خاصی مصرف میکنید؟ نه خیلی. ورزش میکنید شما؟ نه. به هر حال این عفونت‌های قارچی خیلی غیر طبیعیه. چرا تا حالا مراجعه نکردین؟ فکر نمی کنم مهم باشه. دیگه چه حالتهایی دارین؟ سرگیجه، سردرد، تهوع. تهوع. چند وقت این حالت رو دارین؟ خیلی وقته، ولی این یه ماه اخیر خیلی اذیت میشم. همین الانم تهوع دارم، حالا اصلا خوب نیست. من براتون یه سری آزمایش مینویسم، سریع جواب این آزمایش ها رو برام بیاری. نمیدونستم داره چه اتفاقی برام میفته، ولی اینو میفهمیدم که حالم هیچ خوب نیست. یه روز برادر سعید با اون تماس گرفت، گفت یه پیغامی از سعید برام داره. اول نمیخواستم برم، چون همه خاطرات سعید برام تموم شده بود، دیگه بهش فکر نمیکردم. ولی برادرش میگفت پیغام خیلی مهمه. منم رفتم. سلام آقای توجه، خوبی؟ خسته نباشی. میثم هست؟ لطفاً چند لحظه صبر کن. آقا میثم. آقا میثم، جواب بده. بله. بله. بفرمایید. زنده داش بیا اینجا. سلام زنده داش. سلام میثم، چطوری؟ خیلی ممنون. ماما اینا خوبه؟ خوبن. از سعید چه خبر؟ دیگه سعیدی وجود نداره زنده داش. چی میگی؟ هفته پیش چهلومش بود. چهلومش؟ برای چی؟ کسی نفهمید، ولی گفتن مریض بود. فقط قبل مرگش یه نامه فرستاد تا برسونمش به دست شما. اگه وایسین برم براتون بیارنش. آره، وای میستم. وای میستم. از قول مام به مامان اینا تصدیت بدید بگو بهشون سر میزن. خدا الان که داری این نامه رو میخونی من دیگه تو این دنیا نیستم. اون روز وقتی برای همیشه داشتم از تو جدا میشدم، گفتی منو به خاطر سوالایی که بی جواب گذاشتم نمیبخشی. آره، من شهامت بیان حقیقتو نداشتم. آرزو، ما زندگی رو خیلی سخت شروع کردیم. اون روزا دست من خیلی خالی بود، به خاطر همین بود که تو پذیرفتی من برای کار به دبی برم. نمیدونم کی یا کجا، ولی توی اون سفرهای لعنتی و عذاب‌آور به خاطر یه خطایی که کردم، یه روز فهمیدم که دچار بیماری ایدز شدم. پذیرشش برام خیلی سخت بود. از همه بدتر این آزارم میداد که اگه تو بشنوی چه عکس العملی نشون میدی. میدونستم که بعد از این به خاطر بیکاری و هزینه های درمان تو رو هم با خودم به نابودی میکشونم. حالا نمیخوام منو ببخشی، نه، فقط میخوام بدونی که اگه من تو رو تنها گذاشتم فقط به خاطر خودت بود. خداحافظ سعید. با اینکه تصورش برام خیلی سخت بود، ولی میتونستم حدس بزنم که دلیل این همه سردرد و سرگیجه من اینه که آلوده شدم. با این حال رفتم جواب آزمایشمو بگیرم. شما ازدواج کردین؟ بله. الان شوهرتون همراهتونه؟ نه. همراهی؟ کسی؟ نه. چی شده دکتر؟ متاسفانه جواب آزمایشاتون خوب نیست.
یعنی چی خوب نیست؟ شما بچه هم داری؟ نه ندارم. ببینید شما باید تحت مراقبت باشین، من شما رو به یه متخصص بیماری‌های عفونی معرفی میکنم، اون به شما میگه که باید چیکار کنید. چرا به من نمیگین جواب آزمایشم چی شده دکتر؟ یکی از آزمایش‌هایی که من برای شما نوشته بودم آزمایش HIV بود که متاسفانه مثبته. یعنی چی مثبته؟ یعنی اینکه در حال حاضر شما به ویروس ایدز مبتلا هستید. ایدز؟ بله. البته ببینید اصلا جای نگرانی نیست، شما با مراقبت‌های خیلی خاص و ساده میتونید از انتقال این مریضی به بقیه جلوگیری کنید. مثلا اینکه وسایل شخصی خودتون رو جدا کنید، مثل حوله مسواکتون رو از بقیه جدا کنید و حتما میدونید که مهمترین راه انتقال این بیماری از راه خون و ارتباط جنسی. به همین خاطر شما همسرتون باید تصمیم گرفتم همه چو برای همه تعریف کنم ولی نتونستم. میدونستم اگه بهش بگم برای همیشه منو ترک میکنه. تنظیم شد؟ حاضری؟ یه لبخند؟ یک دو سه. خب یه عکس هم اینجا. آخه تکراری نمیشه با این لباس، یادگاری میمونه. خب این خوبه؟ عالیه. یک دو خب یه عکسم رو اون صندلی. نه 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 حوصله ندارم حامد، ولش کن. خواهش میکنم. این؟ آره. خب نه سب کن اینجوری. نه اون که دستتو میذاری زیر چونه اینجوری. آها. خوبه. یک دو سه. برای چی؟ آه اینوری؟ وای خیلی نزدیکه، ببر عقب بد میفته. آره خوب شده. یک دو سه. یه عکس کنار نرده ها. وای چه حوصله ای داری. آخری شا رو بره رو نگاه کن اینجوری. یک دو سه. یک سوپر دارم. نه 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 کار دارم تو آشپزخونه. نه بابا چی شد که مهندس متوجه شد اونم آلوده شده؟ همیشه منتظری همچین روزی بودم، همیشه خواب میدیدم اون فهمیده و داره از عصبانیت منو خفه میکنه. سلام. سلام. برای چی اینجا وایسادی؟ بیا تو، یه چیزی برات بیارم بخوری؟ نه کار دارم، باید برم. چیه؟ چی شده؟ چیزی نیست. چرا؟ چیزی هست حامد، بگو. باشه، آروم باش، همه چی رو میگم. من آرومم، بگو. یه اتفاقی افتاده که باید تو هم در جریان باشی.
تا اینجا خیلی فکر کردم که چطوری بهت بگم، ولی خیلی سخته. یعنی چی چجوری بگی حامد؟ من دارم دیوونه میشم و بگو. یادت گفتم قراره از طریق شرکت واسه گرین کارت کانادا اقدام کنم. خب آره، چی شد؟ شو؟ نه نشد که نشد، برای این ناراحتی؟ نه، هر کس بخواد گرین کارت بگیره باید آزمایش ایدز بده که مطمئن شن ناقل این بیماری نیست. خب منم آزمایش دادم. خب من ایدز گرفتم. شوخی میکنی حامد؟ شوخی چی آرزو؟ دارم دیوونه میشم. خب اینجور موقع ممکنه اشتباه پیش بیاد. حتما اشتباهی پیش اومده، مطمئنی؟ آره، ما دیگه نمیتونیم با هم باشیم. یعنی چی نمیتونیم با هم باشیم؟ یعنی باید از هم جدا بشیم. نه، از این به بعد هر لحظه بودن ما با هم خطرناکه. اولا من این حرفا رو جدی نمیگیرم، بی خود تو دل من خالی نکن. ثانیا نهایتش اینه که من از تو بگیرم دیگه. خب بگیرم، اصلا برام مهم نیست. آرزو، این قضیه نیست که بخوای احساسی باهاش برخورد کنی. من دو قدم از این خونه دور بشم و تو با خودت تنهاشی، فکرش به جنون میکشونتت. پس باید کاری که درسته انجام بدیم. ما از هم جدا میشیم. خب بهتره به جای این حرفا یه فکر اساسی بکنیم. چه فکری؟ چه میدونم، دکتری، درمونی، چیزی. اینجوری نیست که هر کی ایدز بگیره بیفته بمیره. خیلی‌ها تا چند سالم زندگی کردن. این هم علم پیشرفت کرده. دکتر، قرص، دارو، آمپول، چه میدونم، اینقدر وحشت نداره. واسه چی اینقدر خودتو باختی حامد؟ یعنی تو نمیترسی از من گرفته باشی یا بگیری؟ گفتم که نه. اگه گرفته باشم درمون میکنیم. اگرم نگرفته باشم خب مراقبت میکنیم. به همین راحتی حامد. مینا؟ مینا چی آرزو؟ اگه اون گرفته باشه چی؟ کجا میری حامد؟ بیا بشی یکم حالت جا بیاد بعد برو. نه باید برم، ولی تو هم باید آزمایش بدی. حامد، حامد صبر کن. حامد وقتی رفت خیلی از خودم بدم اومد. اون تا فهمیده بود به من گفت، میخواست من نگیرم، ولی من با اینکه مدت ها بود میدونستم بهش حرفی نزدم. خب بعدش چی شد؟ دو روز بعد بهم زنگ زد، گفت هرچی فکر کرده به این نتیجه رسیده که این ویروس از من گرفته. بعدش هم بیشتر حرفش در مورد مریضی من بود که چرا خون سرد بودم، چرا عکس العمل نشون ندادم. تو بهش چی گفتی؟ من زیر بار نرفتم، هر چی گفت جوابشو دادم. گفت زنشو برده آزمایش، اونم گرفته، ظاهرن زنش حامله هم بوده. بعد هرچی بهش زنگ زدم جوابمو نداد، تا اینکه پا شدم رفتم دم شرکتش. از همون جام بهش زنگ زدم. بله. چرا هرچی زنگ میزنم جواب نمیدی؟ گوشی رو سایلنت نشنیدم. نشنیدی؟ این دو روزه کجا بودی؟ یه کار داشتی. دروغ میگی. آره دروغ میگم، الانم نمیتونم زیاد باهات حرف بزنم. پاشو بیا خونه، کارت دارم. نمیتونم، کار دارم. پس من میام. انقدر سر به سرم نذار، اعصابم به هم ریخته، داغونم. منشی شرکت فضوله، مطمئن باش همین الان داره صدامونو میشنوه. ازش میترسی؟ چرا باید ازش بترسم؟ این چه حرفیه میزنی؟ خب بشنوه. ببین اگه الان اومدی اومدی، نیومدی خودم میام. بهت میگم کار دارم، نمیفهمی؟ نه نمیفهمم.
بالاخره اومد؟ آره، وقتی تو پارکینگ منو دید خیلی تعجب کرد. ازش خواستم بریم یه جای خلوت با هم حرف بزنیم. این بچه بازی ها چیه؟ حالم خوب نیست، نمیفهمی؟ من حالم خوبه. مینا چند روز گذشته رفته، هر چی میگردم پیداش نمیکنم. رفته که رفته، چه ربطی داره که جواب تلفن من نمیدی؟ تو مثل این که حالیت نیست، نمیفهمی چه بلایی سر من و اونو بچه‌م اومده. بچه‌ت؟ اون؟ تو؟ پس من چی؟ من آدم نیستم؟ من این قرار نبود منو ببری آزمایشگاه؟ برات مهم نیست که منم ازت گرفته باشم یا نه؟ خودت بهتر میدونی عامل همه این بدبختی‌ها تویی. من؟ آره تو؟ از روزی که دیدمت حال نداشتی، بهت گفتم بریم دکتر چکاپ شی، گفتی نه چیزی نیست، فشارم پایینه، سردیم شده، گرمیم شده. ولی دروغ میگفتی، تو همه چی رو میدونستی ولی به من احمق چیزی نگفتی. چرا نگفتی؟ آرزو، تو همه ما رو با خودت نابود کردی، میفهمی؟ حامد ساکت شو، دیگه داره حالم از حرفات به هم میخوره. از حرفای من؟ من از خود تو حالم به هم میخوره. نگه دار، میخوام پیاده شم. گفتم نگه دار. مگه نگفتی به فکرت نیستم؟ همین الان میریم آزمایشگاه، اونجا همه چی معلوم میشه. معلوم میشه که این مریضی رو گرفتی. حامد نگه دار، خودمو پرت میکنم پایینا. نگه دار. از اون روز به بعد دیگه هیچ وقت حامد رو ندیدم. اون روز متوجه نشدین که کسی شما رو تعقیب میکنه یا نه؟ نه. بسیار خوب. مطمئنی که دیگه چیزی نموده برای ما تعریف کنی؟ بله. حالا احساس نمیکنی که یه خورده آرومتر شدی؟ بسیار خوب. خانما، ایشونو منتقل کنیم بازداشتگاه. خانم، شما قبلا به ما گفتین که وقتی با شوهرتون جر و بحثتون شد از خونه خارج شدین و دیگه هم ازش خبری نداشتین تا اینکه خبر کشته شدنشو شنیدین، درسته؟ بله درسته. ولی متاسفانه باید خدمتون بگم که درست نیست، چون ما شاهدی داریم که شما رو جلوی شرکت دیده. اون روزی که مهندس برای آخرین بار از شرکت خارج میشه، شما با ماشینی اونو تعقیب کردین، اینطور نیست؟ خانم چرا جواب بنده رو نمیدی؟ بله همینطوره. خب پس این معنیش اینه که همونطور که گفته بودین پلوی مادرتون بودین، در واقع دائما پلوشون نبودین. چرا همچین چیزی به این مهمی رو از ما پنهان کردین؟ به خاطر اینکه وقتی فهمیدم حامد همون روز کشته شده، فکر کردم اگه یه چیزی بگم ممکنه همه به من شک کنن. ظاهرن شما خیلی هم زرنگ تشریف دارین خانم، و برخلاف این که ادعا میکنین زندگی اصلا براتون اهمیتی نداره، اتفاقا خیلی هم براتون مهمه. اهمیت داشتن زندگی با حفظ حیثیت فرق میکنه.
پس لطف کنین به خاطر همون حفظ حیثیت خودتون اتفاقات اون روز رو دقیق و مو به مو برام تعریف کنین. همونطور که قبلا گفتم، مدتی بود که به حامد شک کرده بودم، ولی همش سعی میکردم خودم رو قانع کنم که دارم در موردش اشتباه فکر میکنم، تا اون روزی که متوجه شدم از طریق اون مبتلا به این ویروس شدم. اون وقت بود که فهمیدم اون تلفن‌های مشکوک بی دلیل نبوده. خب ادامه بدین. اون روز رفتم جلوی شرکت حامد، میخواستم تعقیبش کنم ببینم کجا میره، با کی میگرده. همونجا پارک کرده بودم که دیدم چند دقیقه بعد حامد با ماشینش از پارکینگ اومد بیرون. تنها بود؟ نه، یه خانم کنارش نشسته بود. شما میشناختینش؟ نه، ولی تعقیبشون کردم. کجا رفتن؟ طرفای شهرک غرب، ورودی شهرک شلوغ بود، گمشون کردم. بله، قبلنم تو بیمارستان که ازتون پرسیدم اینو بهم گفتین که هر وقت حامدو تعقیب میکردین ورودی شهرک غرب گمش میکردین. بله همینطوره. مگه میشه باور کرد؟ آخه یعنی هیچ وقت هیچ سعی نکردین که یه دفعه موفق بشین؟ من که به شما دروغ نمیگم. من هم نگفتم شما دروغ میگین، عرض کردم دور از باوره. خب آره، حتی اون روز تا جایی که تونستم کوچه پس کوچه های شهرک رو گشتم، گفتم شاید ماشینش رو جلو در یه خونه پیدا کنم، اما موفق نشدم. بسیار خب. ببخشید، اون شماره تلفنی رو که بهتون دادم پیگیری کردید؟ بله، چطور مگه؟ مال همون خانم بود؟ کدوم خانم؟ همونی که اون روز همراه حامد بود؟ یعنی اگه شما دوباره اون خانم رو ببینین میشناسینش؟ نه، انقدر سریع اتفاق افتاد که نتونستم ببینمش. خب پس ما از کجا بفهمیم که این خانم همون خانمه؟ سرکار. بله قربان. لطف کنین خانم رو برگردونیم بازداشتگاه. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. جالبه. سه نفر حامد رو تعقیب کردن. سه تایشون هم اعتراف کردن. اما عین سه تاشون میگن ما نمیدونیم حامد رو کی کشته. پس با این حساب کی میتونه قاتل باشه؟ من فکر میکنم باید دنبال یه نفر چهارمی باشه. مظنون چهارمی وجود نداره. هرچی هست باید بین همین سه نفر باشه. اون دختره منشی شرکت خانم یوسفی رو میگه. بله. کجاست؟ شما دستور دادین آزادش کردین. دوباره احضارش کنید. حمید رو بیفرید. بله. کجا میری قربان؟ منزل اون خانم آرزو. همه جا رو با دقت بگردی. چیز خاصی مد نظرتونه؟ خودم هم نمیدونم. فعلا همه جا رو بگردیم ببینی چیز قابل توجهی پیدا میکنی یا نه. باشه چشم.
بیا دو تا گلدون بلور چند تا قوی تزیینی اینا رو میخوام. جناب سرگور یه چیزی پیدا کردم. ببینم کجا بود؟ اینجا کنار دیوار لای این قرمزا. همین نیما رو صداش کنید آقا. بیشت راحت باشید. اسمت دیارید آقا بیایی بر. جناب سرگرد. سلام جناب سرگرد. سلام. مهندس روز آخر با ماشین خودش از شرکت خارج شده. ما هنوز نمیدونیم ماشین کجاست یا چه بلایی سرش اومده. یه لیست از ماشین‌های مکشوفه تهیه کن ببینیم اصلا جزو اون ماشین‌ها هست یا نه. بسیار خوب. یه دقیقه بیا. منزل مهندس شرک قدس بوده درسته؟ بله درسته. دقیقاً کجا؟ دقیقاً تو این کوچه. اینجا. جسد رو کجا پیدا کردن؟ تقریباً تو این ناحیه. یعنی اینجا. پس یعنی بهترین و نزدیکترین راه برای سربنیز کردن جنازه دقیقاً اینجا میتونسته باشه. خونه آرزو. درسته؟ بله درسته. من میرم بازداشتگاه. تو هم کاری که بهت گفتم انجام بده. حتماً. سرگرد میخواد ببینده همونجا باش. جناب سرگرد بفرمی. دیگه میتونی ما رو ترک کنی. بیارینش بالا. ایشون آزادن؟ خیر پرونده شما دست. یه راست میره دادسرا تا بازپرس در موردش تصمیم بگیره. دادسرا برای چی؟ شما به اتهام قتل مهندس حامد جمالی تحویل مقامات قضایی میشین. نه من قبلنم بهتون گفتم شما اشتباه میکنین. من حامد رو نکشتم. بله قبلنم گفتین. منتها این چیزی که باید تو دادگاه ثابتش کنین. فعلا طبق شواهد و قرائن تنها کسی که میتونست به همچین جنایتی دست بزنه شما بودین. کدوم شواهد؟ کدوم قرائن؟ میگم خدمتتون. ببینید خانم هر چی که تا به حال به ما گفتین و هر موردی رو که مطرح کردین این واقعیته به جز یه مورد. کدوم مورد؟ شما قبلا به ما گفتین که اون روزی که میرین شرکت با حامد بعدش سوار ماشین میشین، بعد جر و بحثتون میشه، بعد شما پیاده میشین و تا امروز هم دیگه حامد رو ندیدین. همینطوره؟ همینطور نیست. به خاطر اینکه دقیقا روزی که حامد به قتل میرسه شما به اتفاقشون میرین به منزل خودتون. بگو چی کار داری؟ میخوام برم عجله دارم. بشین میخوام باهات حرف بزنم. اگه میخواستیم با هم حرف بزنیم که تو خیابونم میتونستیم حرف بزنیم، لازم نبود بیام اینجا. باهات کار دارم.
بخونش. ای نامرد، تاریخشو بخون. خب که چی؟ من وقتی فهمیدم که اون مرده بود. تاریخ این نامه حداقل مال 6 ماه پیشه. یعنی تو 6 ماه میدونستی و هیچی به من نگفتی؟ چه فرقی میکنه؟ من که از اول مریض بودم، منتها خودم خبر نداشتم. یعنی تو 6 ماه این موضوع رو میدونستی و به من هیچی نگفتی؟ بهت میگفتم. خودم، زنم، بچم، هممون ایدز گرفتیم، بعد داری به من میگی بهت میگفتم؟ خیلی پستی. من کسی مجبورت کرده بود به طرف من؟ من خود زن بچه نداشتی؟ میمودی میشه زن بچهت؟ به من چه که تو نتونستی جلو نفستو بگیری؟ به من چه؟ اینه جواب خوبیه یه من؟ کدوم خوبی؟ فکر کردی هنر کردی 4 تا عاشقان جمع کردی؟ تو اگه وجودشو داشتی اینجا رو به اسمم میکردی. حرفات داره دیوونم میکنه. نمیخواد دیوونشی. تو اصلا به فکر من هستی؟ میگی زنم گرفته. خب منم گرفتم. گفتی بریم دکتر؟ من میدونم دردت چه، بدبخت. دردت اینه که زنت ولت کرده رفته. خفه شو. اگه فقط یه بار دیگه اسم اونو بیاری با همین صورتتو عوض میکنم. غلط میکنی. چیکار میکنی؟ بس کن. نه، این واقعیت نداره. اتفاقا برعکس، خیلی هم واقعیه. همه چیز عین پازل مرتب کنار هم چیده شده. ما هم خیلی راحت به حقایق دست پیدا کردیم. فقط این وسط یه تیکه پازله که گم شده و ناپدیده. اونم ماشین حامده. بگو چی کارش کردی؟ از تخیلات خودتون بپرسین. خیلی خوب، نمیخواد بگی، اونم خودمون پیداش میکنیم. فقط یه چیزی یادت باشه، شوهر سابقت سعید اگر موقعی که به اون ویروس لعنتی آلوده شده بود بهت میگفت الان اینجا نبودی. اگه خودت هم موقعی که آلوده شدی به حامد میگفتی، اونم الان زنده بود. جنین مینام که قربانی همین ماجرا شد. خود بیچارش هم که اصلا معلوم نیست چه آینده‌ای در انتظارشه. مثل اینکه فراموش کردی من خودم هم قربانی شدم. بله، خودت هم قربانی شدی، اما باید اینو بدونی که سعید یه آدم بسیار بزدل و ترسو بود که خودت هم هیچ دست کمی از اون نداری. در واقع هر دوی شما یک مرگ مشترک و رقم زدین. صبر کنین. اگه اون گلدون خورده بود توی سرم، مغزم متلاشی میشد. حالا که نخورده. تقصیر خودش بود. ماشین حامدو چی کارش کردی؟ همون شب بردمش یه جای دور، پلاکش از بین بردم، آتیشش زدم. ایشون اجالتا همینجا میمونن.